و در ارتباط با این خبر همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی که از ملبورن استرالیا همراه ما هستش. علیرضا، جزئیات این خبر رو از تو بشنویم. روکسانا، بنابر اعلام پلیس پاپوگینه نو، به دنبال خشونت‌های قبیله‌ای روز یک شنبه در ارتفاعات پاپوگینه نو، منطقه‌ای دورافتاده در شمال این کشور جزیره‌ای، دست کم 26 نفر تا به الان جان خودشون را از دست دادن و کشته شدند. پلیس صبح امروز اعلام کرد که این تعداد دست کم 53 نفر بوده، ولی خب این رقم کاهش پیدا کرد به 26 نفر. آقای جورج کاکاس، فرمانده پلیس استان انگا مرکزی که افراد آنجا کمین کرده بودن، اعلام کرد که این 26 نفر بر اساس تیراندازی شدید در جریان درگیری میان مردان دو قبیله کشته شدند. به گفته این مقام پلیس، برخی از اجساد هنوز در بوته‌ها میان بوته‌ها هستند و قبایل هنوز اونها رو شناسایی و پیدا نکردند. گفته که وضعیت متشنج هستش، اما بزرگراه منتهی به این منطقه باز شده. آقای پیتر ایپاتاس، فرماندار استان انگا، گفته که هشدار برای آغاز جنگ قبیله‌ای وجود داره، اتفاقی که بسیار بد هست برای این استان و همچنین پاپوگینه نو. گفته که اگرچه استان انگا در تلاش هستش برای مدیریت جنگ، اما با توجه به اینکه 17 قبیله در این منطقه با یکدیگر درگیر هستن، این بستگی به نیروهای امنیتی و توانایی‌های اونها برای حفظ صلح داره، این کاهش تنش‌ها. خب درگیری در این منطقه نشان نیست از تشدید تنش‌ها، هرچند که درگیری‌های قبیله‌ای در پاپوگینه نو امری غیر عادی نیست. به عنوان نمونه، در همین درگیری قبیله مشابه میان این قبیله ها سال گذشته دست کم 60 نفر جان خودشون رو از دست دادن. خشونت های قبیله ای در استان انگا از زمان انتخابات سال 2022 میلادی و حفظ قدرت توسط آقای جیمز ماراپه وجود داشته، به کل کشور هم گسترش پیدا کرده. در ارتباط با موضوع انتخابات و اتهامات مربوط به تقلب در اون هم این موضوع تاثیرگذار هست بر گسترش خشونت ها. پاپوگینه نو یک کشور متنوعی است، در حال توسعه هستش، با حدود 10 میلیون نفر جمعیت، 800 زبان در اون صحبت میکنن و شناخته شده هستش زبان ها، و در یک منطقه استراتژیک مهم در اقیانوس آرام قرار داره. و خب امنیت داخلی در سالهای اخیر به یک چالش بسیار مهم برای دولت این کشور تبدیل شده، به خصوص با توجه به نزدیکی بیشتر چین به این کشور جزیره‌ای و نگرانی های ایالات متحده آمریکا و استرالیا به این خصوص. آقای آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، امروز چهارشنبه در یک گفتگو رادیویی اعلام کرد آن چیزی که اتفاق میفته در پاپوگینه نو بسیار ناراحت کننده هستش و استرالیا آماده کمک به نزدیکترین همسایه و بزرگترین دریافت کننده کمک خارجی استرالیا است. بله، ممنونم از تو همکارم علیرضا محبی که از ملبورن استرالیا